صفحه ای از قرآن مجید توسط یک شخص ناشناس در آمریکا مورد اهانت قرار گرفت. شورای روابط اسلامی آمریکایی بخش واشنگتن آمریکا از دریافت نامه ای حاوی مطالب توهینآمیز و اسلام ستیزانه همراه با صفحه ای از قرآن که با نجاست مورد حدک حرمت واقع شده بود خبر داد. طبق گزارش این شورا بسته دریافتی از یک آدرس جلی در ایالت میشیگان ارسال شده بود و حاوی عکسی از باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در هیئت میمون بود نهاد مدیر شعبه واشنگتن این سازمان اسلامی در این باره در صفحه فیسبوک خود نوشت این نمونه ای از خشونت است که مسلمانان آمریکا و سایر اقلیت ها را نشانه گرفته اما چنین اعمالی هرگز مانع فعالیت ما در دفاع از حقوق شهروندی آزادی مسلمانان و بقیه آمریکایی ها نخواهد شد این شورا از مقامات واشنگتن خواست تا این واقعه توهین‌آمیز و 35 حادثه ی حمله به مساجد را که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده است به عنوان جرم ناشی از نفرت و با انگیزه تبعیض نژادی مورد بررسی قرار دهند به گزارش این شورا در بین ماهای ژانویه و مارس سال گذشته 19 حادثه علیه مسلمانان ثبت شده است که امسال و در زمان مشابه این رقم به 35 مورد رسید ماه گذشته میلادی نیز این شورا از دونالد ترامپ و رئیس جمهور آمریکا به خاطر سکوت در برابر افزایش حوادث ضد اسلامی در سراسر سر این کشور پهناور انتقاد کرده بود مدیر این شورا در بیانیه‌ای گفته بود رئیس جمهور باید علیه افزایش حوادث ضد اسلامی که بخشی زیاد از آن ناشی از عمل کرد و سخنان دولت آمریکاست موضع بگیرد چرا که مسلمانان آمریکایی نیز حقوق برابر با دیگر شهروندان این کشور دارند